سلام به همه شما از یک اتاق نامرتب. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز هوا خیلی گرفته و بارونی بود. منم تعطیل بودم. از صبح اون کارهای واجبی که باید انجام میدادم و انجام دادم. اما از ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، بعد خوندن بعضی مطالب، ایمیل، از اینجور چیزا. و رفتم کتابخونه، کتابا رو پس دادم، بعد کتابو پس دادم و برگشتم یه ویدیوی کتابخونه براتون گرفتم که ویدیوشو براتون میذارم این بالا اگه ندیدید. اونایی هم که منو مرتب تعقیب میکنن حتما هفته پیش دیدن. الان میخوام یکی از کسل آورترین کارهایی که یک انسان میتونه توی زندگی داشته باشه انجام بدم، مرتب کردن کمدا بعد از فصل هایی که عوض میشه. راستش اینجا یه ها چون وارد بارون و سرما و اینا میشه آدم، فقط تو داری لباس های گرم رو میری پیدا میکنی و میاری. به خاطر همین من یکم لباس های تابستون رو جدا نکردم، به خاطر اینکه خونه همون خیلی گرم میشه و از وقت استفاده میکنیم، ولی اینقدر هم لازم ندارم. بعد الان من میخوام یکم وسیله لباس هم مرتب کنم، بعضیاشو اصلا کلا جدا کنم دیگه استفاده نمی کنم، و کشوهای زیر تختم یکم مرتب کنم. دیدم که حوصله‌ام سر میره، ویدیو گفتم درست کنم که به شما هم انرژی بدم، که اگه شما هم حوصله‌تون سر میره برای اینجور کارا، شما هم با من شروع کنید و اتاقتون رو یا حالا هر جایی که دوست دارین مرتب کنید. پس بریم شروع کنیم. برای اینکه احساس تنهایی نکنم لپتاپم هم آوردم اینجا، یه چیزایی باز میکنم و نگاه میکنم. اول از همه موهامون رو ببندیم. که جلوی دستمون رو نگیره. حالا پا رو که دیگه موهای من انقدر بلند نیست که جلوی دست و پامو بگیره. و من برای اینکه اصلا آب نمیخوردم یه دونه قمقمه گرفتم و توسط این الان چند ماه من قشنگ مرتب دارم آب میخورم، چون یک لیتره و من میدونم که چقدر خوردم. اینم پر کرده بودم، یکمشو خوردم، یه مقدار دیگه هم خوردم. اینم میذارم کنارم که در طی این عملیات سخت آبم بخوریم. بریم که شروع کنیم. اول از همه همه رو میریزم روی تخت که ببینم اصلا چی میخوام، چی نمیخوام، چیا رو استفاده میکنم. بریم. خب اینجا رو خالی کردم و ازش این همه وسیله در اومد. آدم باورش نمیشه ولی در میاد. الان اینجا مرتب اکثر چیزایی که گرمن رو توی این کمد جا کنم، توی این کشو، و یا این که چیزایی که زیاد استفاده نمی کنم اونجا بذارم و اینکه رو اینجا. حالا قرار تنظیم کنم ببینم چجوریه.
قسمت لباس من که کاملا مرتب شد. اینم از این کشو که تقریبا همه چی معلومه که کجاست. خب به خاطر قیافه پریشونم ازتون عذرخواهی میکنم. تموم شد و من تقریبا اکثر لباسا رو تقریبا که 95% مرتب کردم. حالا خیلی بگم عالی شد نه، ولی خیلی مرتب شد. مرتب کردن لباسا در اصل یک کار شاید بی خود به نظر برسه، ولی خیلی زندگی شما رو تغییر میده. باعث میشه که توی وقت خیلی صرفه جویی کنید، به خاطر اینکه صبح داریم میرین سر کار یا وقتی میخواییم بریم مهمونی یا بیرون، وقت زیادی رو برای درست کردن تیپتون یا ست کردن مثلا بلیز شلوار یا حالا کلاه، همه چی وقتتون رو هدر میدین، یا لباسی رو که میخواییم پیدا نمیکنی یا در وضعیتی پیدا میکنین که مچاله شده به خاطر اینکه همش روی هم رفته. ولی وقتی مرتب همه چی و شما میدونید که لباسا در کجاست، خیلی راحت میتونید لباساتون رو پیدا کنید. به غیر از این باعث میشه که لباساتون مرتب و تمیز و سالم بمونه و زیاد کهنه نشه. وقتی ما بعضی لباسا رو استفاده میکنیم و لباسای دیگه داخل کشو اون تحت ها میمونه، باعث میشه که ما اصلا استفادهش رو نکنیم و بی خود خریده باشیمشون و لباسای دیگه ای که همش داریم میشوریم دوباره میذاریم بالا فقط اونا رو استفاده کنیم. اولا اینکه خب همیشه با یه تیپ دیده میشیم، با یه سری لباس دیده میشیم و در ثانی اون لباس خیلی زود خراب میشه. نادم گفتم بهتون گفته باشم که اگه کمدی دارید که نامرتبه، با این ویدیو یا بعد این ویدیو پاشین شما هم مرتب کنید. ازتون ممنونم که انرژی های خیلی زیادی به من میدید، منو با دوستاتون شیر میکنید. هم ازتون تشکر کنم بابت این. امیدوارم که با درست کردن کمدم و فیلم گرفتنش به شما هم انگیزه بدم که شما هم کمدتون رو مرتب کنید. تا ویدیوی بعدی و جمعه بعدی، خدا نگهدار. اگه دوست داشتید میتونید اینستاگرام من رو هم با همین اسم پیدا کنید و فالو کنید. تا ویدیوی بعدی، خدافظ. در ضمن آب خوردن یادتون نره.